حرف من حرف درون منه. هر چیزی که درون من و بقیه است آمیزه ای از دنیای اطرافمون و یاد گرفته هامونه که روی بوم سفیدی که باهاش به دنیا اومدیم نقاشی شده. گرچه هیچ دو بوم سفیدی که به این دنیا میان دقیقا مثل هم نیستن، پس همه عین همیم ولی فرق داره. خیلی حرفا زده میشن و از یاد میرن، ولی بعضی حرفا باید موندگار بشن. شعرام و رپ این فرصت رو به من دادن که اونا رو همیشگی کنم. کاش میشد بگم روح اهرمنی تو وجود من و قلب منی، ولی بار اومدم توی شهر عجیب تو دل ایران و بد غرب وحشی. بهم گفتن خواستم سهم من نیست و هیچ گوشی شنوا به حرف حق نیست. خواستم بهم بگن که حد من چیست، ولی نداره، هدفم حدی نه نیست. دلیلی که من رپ انتخاب کردم، خب من از بچگی همه جور موزیک گوش میدادم و کلا به شعر خیلی علاقه داشتم و خیلی سبکای موزیکی وقتی مثلا آواز باشه یا ملودی باشه، نه شعراشو رو کاغذ ببینی، یا مثلا آهنگای راکی که خیلی دوست داشتم وقتی بچه بودم، شعراشو بخونی خیلی کوتاهه و من چیزایی که می‌نویسم همیشه طولانی‌تر و کلاً بیشتر می‌خواد به این سبک. ولی غیر از اونم کلاً با مدل موزیک خود رپ و استایل رپر که وقتی افتادم توی فاز رپ و مثلا رپرایی که دوست داشتم خیلی اون تاثیر گذاشتن. به نظرم خیلی راحت مستقیم داره لحن و کلا خیلی اخت گرفتم، خیلی اونس گرفتم با داستان و تصمیم گرفتم که این سبکو بیشتر دوست دارم. وگرنه سبکای دیگه هم مینویسم، ملودی هم دوست دارم بنویسم و ملودیایی که توی آهنگام هست حالا چه خودم بخونم چه کسای دیگه، اونا رو من مینویسم، ولی میام روی هم رفته فکر می‌کنم برای من بهترین سبک باشه. عید خودم توی عید افاده رو هدیه کنم، بدم به قبیل دین خودم که عشق بدم به بقیه عین خودم. تق تق یعنی باز کن، میخوای پرواز کنی بودو پرم باز کن، بودو برو دنیا رو بگه اگه واس تو زگه نه لفظ نه خفه مال ماست تو په 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 پار یار په 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 پار یار دوشاتو میکنه ره بره پار و ده بده له بده میواره میواره میواره. رشد و تکامل حاصل ثبات و پیوسته بودن عمله توی هر چیزی. بهترین مثال تکامل حیات توی این دنیاست. مهم نیست اعتقاداتمون چی هست، همه قبول داریم که از یک جا شروع شده، با اینکه دست اندازهای زیادی توی راه بوده، مثل بارها گرم و سرد شدن زمین و اصابت شهاب سنگ و و و و و، ولی حیات هیچ وقت متوقف نشد و امروز شده این دنیای رنگاره. هر چیز دیگه هم همینطوره. طی 5 سال ثبات و پیوستگی میتونی چیزایی رو بسازی که توی 50 سال با توقف دائم و از مسیر خارج شدن نمیتونی. داره یکی خیلی جالب بود. حالا با دارایی تو خونه بودم تو ماشین، هی داشتم بیتارو گوش میدادم، یهو رسید به این دیگه نزدیک خونه بودم، هی داشت میرفت بالا، قشنگ میدونستم میتره که همونو دور زدم پیچیدم رفتم. رو هم رفته. به نظرم من آدمی هم که اطراف، محیط، آدما، هر چیزی که میبینم رو خیلی تاثیر میذاره، به دور و برم خیلی توجه میکنم و یه حالتی مثل یه منشور انگار چیزای مختلف رو میگیری و از یه کانالی و همش میاد بیرون و اینا هم بستگی داره. مثلا یه چیزی راجع به رابطه‌های شخصی آدم باشه، راجع به دوستی ها باشه، راجع به مشکلات زندگی باشه، اتفاقی که واسه یه کسی دیگه افتاده باشه، یه کسی واسه هم یه خاطره تعریف میکنه رو خیلی تاثیر بذاره، میدونی اینا. و گاهی مثلا ممکن از چند تا کانال مختلف یه چیزایی بیاد که یه نتیجه گیری بشه و راجع به یه سوژه من بنویسم، ولی از چند جای مختلف اومده. چه ممکنه یه چیزی مال 20 سال پیش با یه چیزی مال دیشب مثلا با هم دست به دست هم بده راجع به اون بگم. میشناسمش انگار اینو قبلا یه جایی دیدم، قبلا دیدمش جایی، میشکافمش. شاید خیلی هم خودشون بنویسن آهنگاشون و شعراشون رو، ولی اونقدر براشون معنیدار نباشه خیلی ها، یعنی به دلیل حالا یه آهنگ بازاری میخوام بنویسن که فقط یکی باش تکرار کنه بخونه یا چیز دیگه، برای من فرق داره. من یه آهنگ مینویسم واقعا یه قسمتی از خودم توی هر آهنگ هستش و
و وقتی فکر میکنم که مثلا این آهنگ من 10 سال پیش 5 سال پیش هر موقعی توی اتاقم تنها نشستم، نم تو فلان تو بالکن اون خونه بودم، نمیدونم تو خیابون بودم، دم دریا بودم، هر چی، یادم میاد که کی اون آهنگو نوشتم. بعد الان توی سالن کنسرتم دارم اجرا میکنم و از کسایی هم که اینجا هر کدومشون توی موقعیت یه جایی توی زمان مختلف اینو آهنگو شنیدن، ولی حفظش کنه انقدر باش ارتباط برقرار کردن که حفظش شدن و الان دارن با من همخونی میکنن و همه هم صدا دارن میخونیم. خیلی خیلی عجیب غریبه که مثلا احساسات منو یکی دیگه داره با من میخونه و انقدر داره باش حال میکنه، میدونی؟ خیلی حس عجیب غریبه. برای کنسرت و اجرا بزرگترین پاداشیه که ما میتونیم بگیریم به نظر من هنرمندا یا کسایی که کار موسیقی ان. وقتی صدامو جرمه باش. خیلی ناراحت کننده است یه جورایی که ما نمیتونیم تو کشور خودمون کنسرت بذاریم، ولی از اونورم خیلی امیدوار کننده است که نگاه میکنیم به خاطر برنامه بچه ها کار کردن، چند ماه کار کردن، تونستن پاشن بیان دو روز قبل کنسرت، فقط برای کنسرت بیان. انشالله یه روزی تو خود تهران برج میلاد میذاریم. خیلی حس خوبی دارم، من عاشق استیجم. بهترین قسمت رپ قسمت استیجشه، چون محبت و عشق رو بهت پس میدن رو استیج. به جنگ دارم من آتر هستان و فراتر دست داریم الان نه شک داریم الان نه هفتای من با همیم اینجا کل دنیا رو میخوایم الان و فردا نه اگه بیام بالا سرت میاد بلا سرت بی تو میگم کارم پخش ایران سر و سرش دارا بزا تاج و سرش توی ترپ و سره اگه زدیم کشتیم هرچی رقیب بوده دو و سره پنج میشماریم نگه میداریم بعد آروم دوباره تا پنج میشماریم میدیم بیرون. خیلی مهمه اصلا برای ما نه چیزی تیمیه، کل تیم اجرا تیم خودمونن، بچه خودمونن و واقعا حس خانواده و برادری رو با هم داریم. خیلی وقتا تو تیم های ورزشی هم همون هستش، میدونی؟ مثلا تیم فوتبال اینا قد این کارا رو قبلش میکنن، خیلی خوبه چون پشن انرژی میشه آماده و همه چی میگن نگاه یه دست میشه میبینیم تو یه فاز رو اینگو برگشت ورق باز امزام هم 10 سال زیر سنده داشت توسعه پایدار یه سند خواست قبیه ساق عرفام و کلمه هاش نشد درگیر بهونه درگیر زمونه اف درگیر تغییر درونه هرچی تو قلبت مسیر همونه بالا بری پایین بیای تفسیرش همونه شیری میشه دم تلخی زبونه پر نور میشه تصویر شبونه داستانا بلوف و تزیه نبوده تلف رایی نشو که تصویرش نمونه. موقعی که یه مدت رفتم دبی زندگی میکردم و دبی برام شعر نوشتن تقریبا غیر ممکن بود، یعنی چیزهای خوبی هم نوشتم اون وسط، مثلا آهنگ منتظر من تو دبی نوشته بودم خب، ولی خیلی کم کار بودم. ولی مثلا وقتی برمیگردم آمریکا یا یه جایی مثل استانبول نمیدونم، یه آلبوم همیشگیمو مثلا من توی تقریبا نصف بیشترش رو تو ونکوور نوشتم، شهری که خیلی ابری و طبیعت خیلی خوبی داره ولی حالت خیلی غمگینی هم داره اینا. بعد بهتره مثل موزیک کار کرد. کس دیگه رپ لعنتی بسته هر که در دیگه کس تو قلبش هرگز نره دیگه هر کی سمتش میره اینو بهش میگه میخواد بشی مال من جالب کار من ولی نشی عاشقم چون من مسافرم همین فردا عازمم موندم محال پس بکن خواستی حالا یه شب میشه بشی مال من نخواستم هرچی کشیدم بسته دیگه نخواستم دارم کلاف خسته دیگه نذاشتم جایی برای قلب دیگه من آخرم کلاً
عکاسی فیلم همیشه دوست داشتم. از بچگی تصویر نگاه کردم، مثلا طبیعت رو همیشه خیلی دوست داشتم و روم تاثیر میذاشت و لحظه ها واسه من همیشه خیلی مهم بودن. اون عکسی که میگیرم، چون خب دلیلی که میگیرم عکسی نیست که یه عکس خوشگل از توش در میاد، میدونی اون صحنه رو من تاثیری گذاشته که میخواستم بام بمونه. میدونی چی میگم؟ یا به نظرم قشنگه. و یه قسمت دیگه هم که داشتم، نمیدونم شاید این از پدرم دارم، اولا که خیلی دوستم یاد بگیرم روش مختلف و دوست دارم اونا رو منتقل کنم به کسای مختلف، یا هر چیزی که تجربه میکنم دوست دارم با بقیه قسمت کنم. میدونی یه چیز عجیبه. بعد پس عکاسی خب اونو واسم داره دیگه، اسم بکنم اون لحظه، اون تصویری که رو من اثر گذاشته یه جوری اونو میگیری و تا ابد میمونه و میتونی به بقیه هم قسمت کنی اونو و شاید از اونم فیدبک بگیری راجع بهش اینا. ولی کلا میگم به زیبایی هم همیشه خیلی علاقه داشتم و زیبایی تو خیلی چیزای مختلف میتونه ترجمه بشه و به نظرم حالا یه سریش با نوشتن انجام میدم، یه سریشو با تصویر، یه سریشو با موزیک. میدونی هر کدومش یه جوری روی وجود آدم اثر میذاره، زیبایی مختلف. و عکاسی من از قدیم دوست داشتم، همیشه دنبال کردم. تو دبیرستان عکاسی میکردم، آقا با نگاتیو و فلان این داستانا. یه چند سال بین عکاسی فاصله افتاد، تو این چند سال گذشته دوباره تو موقعیتی بودم که بتونم دوربین خوب بخرم و برم دنبالش و خیلی جدی شدم راجبش. من یه چیزی که هست، یه کاری که دوست دارم خیلی روش وقت میذارم و خسته نمیشم، ولی کاری که دوست نداشته باشم اصلا نمیتونم انجام بدم. مثلا برم برای یکی توی دفتری کار کنم، توی شغلی که اصلا دوست ندارم، نمیتونم کارو انجام بدم. و خوشبختانه میگم خیلی از آدما شاید اون یه دونه چیزم که خیلی دوستان زندگی ندونن چیه. من انقدر خوششانس بودم، خوشبخت بودم که موسیقی رو داشتم، نوشتن رو داشتم، عکاسی رو داشتم، غذا درست کردن یکی دیگه اش خیلی سر مختلف هست که خیلی از وقت هم میذارم پشت، خسته نمیشم، بزر خوشحالم. PTM مرجنگ خدا دونه جنگ تا فنگ مرزوره مرزوره خدا دونه دارست ناجوره سلام، نبید فیروزی هستم، آرتیست منیجر، مدیر برنامه عرفان و گروه پایدار. آرتیست منیجمنت کاری که البته من میکنم برای عرفان و بچه ها، کلن تمام مسئولیت های برنامه ریزی کنسرت ها و شوها توی شهرهای مختلف، حالا چه آمریکا، کانادا، اروپا و غیره. و عرض کنم به حضورتون که از اون لحظه اول که یه برنامه گذار ارتباط برقرار میذاره و درخواست شو میکنه، دیگه مسئولیت منه که با ایشون یا با اون گروه کار کنم و تمام جزئیات اون برنامه ما رو جلو ببریم که به آرزوی یه شو خوب برسیم. متاسفانه ما یه سری چالش هم داریم توی مارکت ایرانی که هنوز حل نشده و امیدوارم که با بیشتر کار کردن و با همکاریایی که داریم تازگی شروع می‌کنیم به اون هدف رو برسیم. خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم قبل از شو و حتی بعد از شو دیده نمیشه از طرف فن بیس بچه‌ها و حتی برنامه‌گذارا. چه خوب پیش بره چه بد پیش بره، همیشه اون اشاره به ما میشه که مثال بزنم اگه اجرا، ساوند چک یا حالا ویژوالی هرچی مثلا خوب پیش نره توی برنامه، دیگه اونایی که میان متوجه نیستن که حالا مثلا یه سری پشت پرده هم بودن که مسئولیت هایی داشتن که انجام ندادن و همه اینو مقصر آرتیست میدونن یا ما رو میدونن. که خب سعی ما اینه که همکاری هایی داشته باشیم با برنامه گذار که مطمئن باشیم این مشکل ها پیش نیاد. همه هم سن و مریض روحی هم، من هم سن بین روحی هم، من گفتم تو مسیر خوبی هم، نه من صوفی هم نه سفیر رومی هم، از جون میگم تو این را جون میدم، حالا دو برند و به جون میدم، هر بری باد میاد به اون سون میرم، هر جنونشون نامریض روحیم، منم همسه نه پایین روحیم، من نگفتم تو مسیر خوبیم. سلام، سحر هستم،
ویژوال آرتیست با عرفان و گروه پایدار همکاری میکنم. تقریبا مدت یک سال هستش که با هم همکاری داریم. یه اصطلاحی هست به اسم موسیقی بصری، تو انگلیسی ویژوال میوزیک بهش گفته میشه، که از اوایل قرن 20 اتفاق افتاده با شروع تکنولوژی. و امروز کاری که کسی مثل من انجام میده شباهت خیلی زیادی به اون داره و به همون تاریخ موسیقی بصری برمیگرده. و اتفاقی که توش میفته توی موسیقی بصری یه سنتزی بین اتفاقات مرئی و اتفاقات شنیداری اتفاق میفته و یک پارچگی توی تجربه حسی انسان ها ایجاد میکنه و این همون اتفاقی هستش که توی کنسرت ها میفته. منو نترسون از قفس، میگی جرمم صدام مسخره است، هرچی دوست گردن است چرا آزاد میچرخه در عوض. منو نترسونم میله وقتی دستام همیشه زنجیره، هرچی مغز در میره اینجا منطق همیشه افتیره. سر کن یه چیزی که هست خیلی میبینم توی ایران راجبه کشورهای دیگه، راجبه این یه ناسیونالیستی که ما ایرانی از همه بهترین فلان چیزه. آره منم خب خیلی واقعا افتخار میکنم به ایرانی بودنم، چیزی که تاریخمون هست و میدونم و دوست دارم، ولی اینکه عربا اینن، نمیدونم افغانی ها اونن فلان اینا، چون ندیدن اصلا. میدونی چی میگم؟ میدونم وقتی میخونی یه سری کامنت های مردم تو اینستاگرام میبینم آدم دردش میگیره، من دل قلب آدم درد میگیره که میگه چقدر فکرش کوچیک و بسته است. ولی میفهمم، میگم خب ندیده، غیر از اون ندیده نشنیده. ولی وقتی که بیشتر به جای مختلف دنیا رو ببینی، با مردم کشورهای مختلف، ادیان مختلف، طرز فکرهای مختلف صحبت بکنی، هم صحبت بشید، زندگیاشون رو ببینی، ببینی که 95% همه چیمون یکیه. میدونی کارهای زندگیمون فلان اینجور چیزا، اون 5% است و ما چسبیدیم به اون 5% تفاوتا و اون باعث شده که ما فکر کنیم از اون یکی بالاتریم، یا اون از ما بالاتره، یا اونا اینجوریان ما اینه ما اونیم. میدونی امید من کلا، حالا یه چیزی که مستقیم چون خودم کارم موزیکه، تو موزیک میره، ولی دوست دارم که توی جامعه هم باز اینو ببینیم، این قضیه صادق بودنه و واقعا چیزی که فکر میکنی و بتونی بگی راجبش بگی. و کسایی که چون خیلی هست موزیک امروزمون تو رپرها خیلی هست، کسایی که داره راجبش چیزی که مینویسن راجبش هیچ ربطی به خودشون نداره، تجربه خودشون نداره، میدونی چی میگم؟ و همون قضیه تظاهر است. و حالا ما که میبینیم و میشناسیم خب اذیتمون میکنه. و همون قضیه با تو جامعه هم خب خیلی هست دیگه، توی قشرهای مختلف، تو کارهای مختلف همیشه قضیه تظاهر و این که این چیزی که میگی نیست خیلی هست. و به نظرم خیلی مهمه که تو موزیکمون هم بیشتر اینو ببینیم. جا سالی ساختیم ها، الماسی هر پایدار. آره هفتای منو با همیم اینجا کل دنیا رو میخوایم الان و فردا نه. حالا اگه بیام بالا سرت میاد بلا سرت، بی تو میگم کارم پخشه ایران سر و سرش، دارا بزار تاج و سرش توی ترپ و سره، اگه زدیم کشتیم هرچی رقیب بوده دو و سرش فدا سرش. اگه مغرورم بودم خودم و خودم از اولش تو این بازی فقط بردم و بردم، یه سری لاشخور بودم میراست و خوردن و بردم، ولی بعد خدافزی همه مردن و مردن. چند تا رو زد بهترین کارا رو، چند تا رو زد بهترین آما رو، چند تا رو زد استعدادا رو، چند تا رو جمع کرد دور خودش پایدار. چند ساله هست؟ هست سالم هست روح من، هوا تا از سال قبل زندگی مفتانه. آره هست هست سالم کم یا به امسال من. چند تا رو زد بهترین کارا رو، چند تا رو زد بهترین آما رو، چند تا رو زد استعدادا رو، چند تا رو جمع کرد دور خودش پایدار. چند ساله هست؟ هست سالم هست روح من، هوا تا از سال قبل زندگی مفتانه. آره هست هست سالم کم یا به امسال من. نظر سنالت رفت به هم خو حالم و زفت، ببین مهم هم این کاری مثل آلبوممون آیت و ترپ، ماییم و شعرهای سمی، ماییم و پولای نخت، تو رامون تو راه پس، خدافز روزای بعد ایمانمون، خدافز روزای بعد. سلامتی همه روزه که رفت، وقت وقت پولای نخت، تو لندن تو دورت
شهرک چند سال عقبی ها تو استعداد و هنر ادبیات موندی در و ودم چه تو سر از اینجا نگی فاز رقابت تو فنمی داش خانوم بازی کنه لاغر نیمار آره ایمان کلونل نستش ستاره داره نه مثل اون صبح پسک که انکار کارش ولی تش میدونه آی دل شرفان آخه میخوا خودش رو بکنه جالا ماها ولی بهتره بزنه به چه کازا بلانکا یادا بعد میشه براش داش خانه آخه میریم بالا سرش بارف و جی پایا داره